سمره انتخاب حکمت خداوند عزیزان در کتاب یعقوب فصل 3 آیات 13 تا 18 چنین میخوانیم. اگر خود را خردمند و حکیم میدانید باید همواره مهربان و نیکوکار باشید و اگر به سبب داشتن این گونه اعمال به خود نبالید آنگاه به راستی خردمند می باشید اما اگر در زندگیتان کینه و حسادت و خودخواهی وجود دارد بیهوده سنگ عقل و خرد را به سینه نزنید که این بدترین نوع دروغ می باشد زیرا در آن خرد و حکمتی که خدا میبخشد، این گونه صفات ناپسند وجود ندارد بلکه اینها دنیاوی، غیر و شیطانی هستند در واقع هر جا که حسادت و جاه طلبی وجود دارد هر و مرج و هر گونه شرارت دیگر نیز به چشم میخورد. اما خرد و حکمتی که از آسمان می باشد در وهله اول پاک و نجیب است و بعد صلحجو و معدب و ملایم حاضر به گفتگو با دیگران و پذیرش نظرات ایشان است لبریز از دلسوزی و اعمال نیک بوده صمیمی و بیریا و بی پرده می باشد آنانی که صلح جو هستند بذر صلح می کارند و نیکی و خیر درو می کنند آمین عزیزان قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم خداوند پدر آسمانی مهربان در درک صحیح از آنچه که تو میخواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کن همچنین به ما کمک کن تا آنچه را که امروز از کلام تو یاد میگیریم را در زندگیمان انجام بدیم در نام عیسی مسیح از تو درخواست می آمین دوست خوب من جامعه هایی که ما امروزه در آنها زندگی می کنیم مدعی هستند که راه رسیدن به یک زندگی موفق و پرمزیت را می دونند. جامعه های امروزی ما مدعی هستند که راه رسیدن به یک زندگی موفق، جاه طلبی، کسب مدارک عالیه، ثروت شهرت عمومی و قدرت هستند. این راه های برخورداری از یک زندگی موفق بر اساس پیروی از حکمت انسانی جامعه ها مرسوم شده اند. اما حکمت انسانی در نظر خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح حماقت قلمداد میشه نظر خداوند در مورد حکمت انسانی را ما در کلام او در اول قرنتیان فصل 3 آیه 19 یاد میگیریم این آیه میفرماید زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا حماقت محض است همانطور که در کتاب آسمانی آمده است خدا اجازه می دهد که زیرکی انسان برای خودش دامی شود و حکمت او باعث لغزش و سقوط خودش گردد. آمین عزیزان اگرچه شاید گاهی اینطور احساس کنیم که کنار گذاشتن حکمت و استدلالهای انسانی خودمان ممکنه یک ریسک باشه اما فواید تصمیم گرفتن و زندگی کردن در حکمت خدا بسیار بیشتر و مطمئنتر هستند. دوست خوب من حکمت خداوند یا همان حکمت الهی را میشه اینطور تعریف کرد حکمت خداوند یعنی اینکه دیدگاه ما نسبت به شرایط گوناگون زندگیمون با دیدگاه خداوند هماهنگ و موزون باشه و با تکیه بر حکمت و توان الهی که او به ما میده نسبت به هر شرایطی در زندگیمون واکنش نشون بدیم تکرار میکنم حکمت خداوند یعنی اینکه دیدگاه ما نسبت به شرایط گوناگون زندگیمون با دیدگاه خداوند هماهنگ و موزون باشه و با تکیه بر حکمت و توان الهی که او به ما میده نسبت به هر شرایطی در زندگیمون واکنش نشون بدیم عزیزان وقتی به این روش زندگی میکنیم یعنی وقتی دیدگاه ما نسبت به شرایط گوناگون زندگیمون با دیدگاه خداوند هماهنگ و موزون باشه و وقتی با تکیه بر حکمت و توان الهی که او به ما میده نسبت به هر شرایط زندگیمون واکنش نشون میدیم در این صورت میتونیم در ایمان خودمون به خداوند سا قدم باشیم و از راه حلهای الهی او پیروی کنیم. دوست خوب من لطفا دقت بفرمایید. هر کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح حتما در طول زندگیمون با مشکلات و سختی بسیاری روبرو خواهیم شد. مشکلات و سختی هایی که خداوند پدر آسمانی ما در حکمت و اراده الهی خودش اجازه ورود آنها را به زندگی ما میده تا منظور و هدف خاصی را به کمال برسونه حال اگه ما ایمانداران به عیسی مسیح بخواهیم اجازه بدیم تا خواست خداوند توسط مشکلاتی که خود او اجازه ورودشون را به زندگی ما داده به کمال برسند و اگه بخواهیم درسهایی را که خداوند میخواد تا ما در طول زمان روبرویی با آن مشکلات یاد بگیریم را به خوبی یاد بگیریم ضروری هست که ما دیدگاه او را نیز نسبت به آن مشکلات داشته باشیم. این نکته بسیار مهم را ما با درک صحیح از کلام او در یعقوب فصل یک آیات دو تا چهار یاد می گیریم. این قسمت از کلام خدا میفرماید، برادران عزیز وقتی مشکلات و آزمایش های سخت از هر سو بر شما حجوم میآورند بسیار شاد باشید. زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت آمین دوست خوب من حکمت به ویژه در روابط ما با دیگران مورد نیازمون هست. اگه ما در روابط خودمون با دیگران از روی حسادت، تلخی، جاه تلبی و خودخواهانه رفتار کنیم در این صورت با حکمت انسانی دنیاوی خودمون عمل نموده ایم. نتیجه این گونه پیروی از حکمت انسانی و روابط اجتماعی چیزی نیست جز بینظمی و خصومت با دیگران در مقابل این حکمت الهی خداوند بیدوز و کلک، صلح دوست، ملایم، مهربان و خالصه ما این مهم را با مطالعه قسمتی از آیات کلیدی تعلیم امروز یاد گرفتیم. عزیزان در یعقوب فصل 3 آیات 14 تا 17 خواندیم که اما اگر در زندگیتان کینه و حسادت و خودخواهی وجود دارد بیهوده سنگ عقل و خرد را به سینه نزنید که این بدترین نوع دروغ می باشد زیرا در آن خرد و حکمتی که خدا می بخشد این گونه صفات ناپسند وجود ندارند بلکه اینها دنیاوی، غیر روحانی و شیطانی هستند در واقع هر جا که حسادت و جاه طلبی وجود دارد هر و مرج و هر گونه شرارت دیگر نیز به چشم میخورد. اما خرد و حکمتی که از آسمان می باشد در وهله اول پاک و نجیب است و بعد صلح و معدب و ملایم حاضر به گفتگو با دیگران و پذیرش نظرات ایشان است لبریز از دلسوزی و اعمال نیک بوده سمیمی و بی ریا و بی پرده می باشد آمین عزیزان هنگامی که واکنش های ما در روابطمون با دیگران منعکس کننده این ویژگی ها باشه اون وقت با دیگران در صداقت و آرامش زندگی می کنیم دوست خوب من روش زندگی روزانه شما نحوه برخورد و واکنش شما در روبرویی با مشکلات زندگی و کیفیت روابط شما با دیگران در مورد منبع حکمت شما چه چیزی را نشون میدن؟ آیا شما حکمت خداوند را به کار میبرید یا از حکمت انسانی و راه های دنیاوی پیروی میکنید؟ عزیزان بیایید درسی را که امروز از مطالعه کلام خدا در یعقوب فصل 3 آیات 13 تا 18 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم. این درس که انتخاب و پیروی از حکمت الهی خداوند آرامش الهی او را در روبروی با شرایط و روابط سخت برای ما به ارمغان میاره عزیزان در پایان این تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم به من کمک کن تا در روبه روی با مشکلات روزانه زندگیم دیدگاه الهی تو را داشته باشم. خداوند به من کمک کن تا در روبرویی با مشکلات روزانه زندگیم با پیروی از حکمت الهی تو و قدرتی که تو به من عطا می کنی واکنش نشان دهم در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین